با عرض سلام خدمت همه دوسته عزیز امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلام و سلامت و پر انرژی باشید بنده یوسف شیخ هستم از کانال یوتیوب دبیر آنلاین خب توی آموزش امروز قصد داریم روز 11 هم از سری آموزش زبان انگلیسی در 20 روز رو ادامه بدیم دوستان که برای اولین بار هست که ویدیوهای کانال رو میبینن در جریان باشن که ما توی یه سری از آموزش در 20 روز میایم توی هر روز 50 تا کلمه بسیار متداول زبان انگلیسی رو همراه با 50 تا جمله خیلی کاربردی زبان انگلیسی یاد میگیریم و خوبی این کار اینه که شما علاوه بر اینکه که اون هزار تا کلمه رو یاد میگیری توی 20 روز هزار تا جمله خیلی پرکاربردی یاد میگیری که داخل اون جملات خب یه سری لغات دیگه ای هم علاوه بر اون هزار تا وجود داره و در واقع شما چند هزار تا لغت کاربردی رو یاد میگیرید و آوردن جمله خوبی دیگه ای هم که داره اینه که لغاتی که میاریم داخل جمله معمولا از لغات درس های قبله واسه این که بتونید همه اون لغات رو هم چندین بار مرور کنید پس با من همراه باشید و دوستانی که قصد دارید این آموزش ادامه پیدا کنه و سریعتر قسمت های بعدی رو بذاریم حتما فیلم رو لایک کنید و نظرتون رو توی قسمت کامنت ها برامون برمیسید و همینطور ممنون میشیم اگه فیلم رو برای دوستانتون هم بفرستید که اونها هم بتونن استفاده کنن خب با من همراه باشید بریم سراغ قسمت یازدهم و از لغت 500 و یکم شروع کنیم راستی دوستان ظاهر اسلایدار رو تغییر دادیم خوشحال میشم نظرتون رو برامون بنویسید که آیا اینجوری قشنگتر بهتره برای آموزش یا مثل قبلی خب لغت 501 کم میشه هوب هوب به معنای امیدوار بودن امید داشتن هست hope یعنی امید داشتن به عنوان مثال We hope to arrive around two We hope to arrive around two میگه ما امید داریم که حوالی ساعت دو برسیم Around two یعنی حوالی دو تقریبا ساعت دو امیدواریم که حوالی ساعت دو برسیم We hope to arrive around two لغت بعدی لغت 502 spring 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 یعنی بهار اسپرینگ نگی دوستان spring 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 یعنی بهار فصل بهار خب میدونین دوستان گفتم لغاتی که میاریم معمولا لغات زبان انگلیسی چندین معنی دارن لغت سپرینگ هم معانی دیگه ای رو هم داره ولی ما پر استفاده ترین اونی که خیلی متداول اون رو مد نظرمون هست خب spring یعنی بهار با مثال he was born in the spring of 1944 he was born میگه او متولد شد in the spring of توی بهار سال 1944 1944 دقت کنید سال‌ها رو دو تا دو تا می‌خونیم یعنی اول 19 بعد 44 می‌گیم می‌گیم 1944 سال 1944 متولد شد he was born in the spring of 1944 توی سال 1944 به دنیا اومد. لغت بعدی nation 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 یعنی ملت nation یعنی چی ملت به عنوان مثال an independent nation an independent nation یک ملت مستقل an independent nation یک ملت مستقل لغت بعدی type 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 ینی نو no. type ینی نو no. خب I love this type of book I love this type of book میگه من این نوع کتاب رو خیلی دوست دارم love I love this type of book من این نو کتاب رو خیلی دوست دارم. لغت بعدی temperature 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 یعنی دما temperature یعنی چی دما. high temperature high temperature یعنی دمای بالا low temperature یعنی دمای پایین high temperature high temperature low temperature یعنی دمای بالا یا دمای پایین low یعنی پایین high یعنی بالا bright 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 یعنی روشن bright روشن a bright morning A bright morning, یعنی یک صبح روشن یک صبح روشن A morning, یک صبح روشن لغت بعدی lead lead, lead یعنی رهبری کردن lead If you lead I'll follow if you lead I'll follow میگه اگه تو رهبری کنی I follow من پیروی خواهم کرد. من پیروی خواهم کرد لغت بعدی everyone 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 یعنی همه هر کس همه کس everyone everyone has a chance to win everyone همه has a chance to win همه یک فرصت برای بردن دارن شانس chance یعنی فرصت یا شانس میگه هر کسی شانس بردن داره. Everyone has a chance to win. win یعنی بردن. method 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 یعنی متد، روش. a new method of solving the problem. a new method of solving the problem. میگه یک روش جدید solving the problem. solve یعنی حل کردن. problem یعنی مشکل مسئله میگه یک روش جدید برای حل مسئله a new method of solving the problem یک روش جدید برای حل مسئله solving the problem یعنی حل مسئله حل مشکل خب لغت بعدی 510 هم. section section یعنی قسمت قسمت یه جایی معمولا اگه بخش قسمت واسه مکان ها استفاده میشه section That section of the road is still closed. That section of the road میگه این قسمت از جاده رود رو توی درس های گذشته داشتیم به معنای جاده است. That section of the road is still closed. این قسمت از جاده هنوز بسته است. Still یعنی هنوز. میگه That section of the road is still closed. هنوز بسته است. این قسمت از جاده هنوز بسته است. خب لغت بعدی lake. lake lake یعنی دریاچه lake دریاچه we swim in the lake we swim in the lake میگه ما توی دریاچه شنا میکنیم we swim in the lake ما توی دریاچه شنا میکنیم dictionary 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 خب میدونید یعنی فرهنگ لغت I couldn't find the word in the dictionary I couldn't find the word in the dictionary من نتونستم لغت رو توی دیکشنری پیدا کنم توی فرهنگ لغت پیدا کنم hair. hair hair یعنی مو hair یعنی مو there's a hair in my soup there's a hair in my soup میگه یک مو توی سوپمه There's a hair in my soup. یک مو توی سوپم است. Age. Age age یعنی سن. He left school at the age of 18. He left school. Left goes leave به معنای ترک کردن، رها کردن میگه he left school یعنی او مدرسه رو ترک کرد at the age of 18. توی سن 18 سالگی او مدرسه رو توی سن 18 سالگی ترک کرد amount 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 یعنی مقدار amount مقدار a considerable amount of money a considerable amount of money میگه یک مقدار قابل توجه considerable یعنی قابل توجه considerable یک مقدار قابل توجه است پول مقدار قابل توجهی پول لغت بعدی مومنت 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 یعنی لحظه مومنت could you wait a moment please could you wait a moment please wait گفتیم توی قسمت‌های قبلی داشتیم صبر کردن منتظر بودن میگه could you wait a moment please میتونی یه لحظه a moment یه لحظه منتظر باشی پلیز لطفا صبر کنی یه لحظه لغت بعدی تاینی 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 یعنی خیلی کوچیک ریز تاینی look at his tiny fingers look at his tiny fingers میگه نگاه کن به his tiny fingers فینگر Finger رو هم داشتیم فینگر چی بود یعنی انگشت میگه به انگشتای خیلی کوچیکش به انگشته ریزش نگاه کن واسه یه بچه از مشخصه که دارم به یه بچه نگاه میکن و میگن به اون انگشته کوچیکش نگاه کن Look at his tiny fingers به اون انگشته کوچیکش نگاه کن انگشته کوچیکش رو ببین Possible 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 یعنی ممکن محتمل احتمالی Possible Possible, possible. Travel by bus whenever possible travel by bus whenever possible میگه travel مسافرت کن by bus با اتوبوس whenever هر وقت که possible احتم... هر وقت که ممکن باشه میگه هر وقت ممکن بود با اتوبوس مسافرت کن برم سراغ لغت بعدی gold 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 یعنی طلا یا طلایی هم یه چیز ساخته شده از طلا هم A gold ring A gold ring Ring رو هم داشتیم Ring حلقه است Ring یعنی حلقه A gold ring یعنی یک حلقه طلا A gold ring یک حلقه طلا Milk 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 یعنی شیر شیر خوردنی A bottle of milk A bottle of milk یک بطری شیر A bottle of milk یک بطری شیر quiet 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 یعنی آروم ساکت quiet be quiet said the teacher be quiet میگه ساکت باش be یعنی باش quiet ساکت ساکت باش said the teacher معلم گفت میگه معلم گفته که ساکت باشین be quiet said the teacher معلم گفت ساکت باشید خب بریم سراغ لغت بعدی natural 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 یعنی uh, طبیعی natural a country's natural resources a country's natural resources resource یعنی منابع resources natural یعنی طبیعی منابع طبیعی یک کشور natural resources منابع طبیعی یک کشور a lot of a lot of یعنی زیاد تعداد زیادی a lot of a lot of people a lot of people are coming to the meeting a lot of people are coming to the meeting میگه مردم زیادی میان برای میتینگ برای جلسه میان stone 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 یعنی سنگ stone استون نگید stone stone یعنی سنگ some children were throwing stones into the lake some children were throwing stones into the lake خب میگه بعضی از بچه ها were throwing داشتن میانداختن stones سنگ into the lake lake چی بود بچه ها؟ همین امروز داشتیم lake یعنی دریاچه میگه بعضی از بچه ها داشتن میانداختن throw یعنی انداختن ستون سنگ رو into the lake توی دریاچه act act یعنی رفتار کردن عمل کردن انجام دادن act یکی از معانیش رفتار کردن act you act like a child you act like a child میگه تو مثل بچه رفتار میکنی You act like a child. Tumesik Bachel after Nikoni. Middle, middle, middle yani وسط middle. He was standing in the middle of the room. He was standing in the middle of the room. U بود Vasate Otak. Middle of the room. وسط اتاق Speed. Speed. Speed Yani Sorat. Speed Yani Sorat. Traveling at the speed of light. Traveling at the speed of light. Safar kardan. Traveling, yani safar kardan, at the speed of light. Light, yani nur. Mıge safar kardan ba sor nur. Count. Count. Count, yani Shemordan Count. He can't count yet. He can't count yet. میگه او نمیتونه بشماره هنوز yet. He can't count yet. او هنوز نمیتونه بشماره. لغت بعدی cat. Cat. Cat میدونی یعنی گربه. We have a pet cat called Arky. We have a pet cat called Arky. میگه ما داریم a pet cat. Pet یعنی حیوان خونگی، حیوان رام، We have a pet cat. ما یه گربه خونگی داریم. Cold. یعنی اسمش آرکی. Arky. اسمش آرکیه. ما یک گربه خونگی به اسم آرکی داریم. Someone. Someone. Someone یعنی یه نفر. کسی. There's someone at the door. There's someone at the door. میگه وجود داره someone یه نفر at the door. دم در. دم در یک نفر هست. سیل 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 یعنی قایقرانی کردن سیل دو یو گو سیلینگ آفن دو یو گو سیلینگ آفن میگه خیلی میری قایقرانی آفن یعنی اغلب میگه اغلب میری قایقرانی منظورش اینه یعنی که خیلی به صورت مرتب قایقرانی میری Do you گو sailing آفن بیر 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 یکی از معانیش تحمل کردن بر تحمل کردن یه معنی دیگه هم داره دوستان دوستانی که بلدن اون معنیش رو هم بنویسید اسم یه حیوان هم هست بر پس بر یعنی تحمل کردن The pain was more than I could bear The pain was more than I could bear میگه درد pain یعنی درد was بود more than بیشتر از I could bear اون که بتونم تحمل کنم میگه درد بیشتر از حدی بود که من بتونم تحمل کنم The pain was more than I could bear درد بیشتر چیزی بود که بتونم تحمل کنم Wonder 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 یعنی تعجب کردن جای سوال داشتم برات متعجب بودم Wonder I wonder why he left his job I wonder من تعجب میکنم Why که چرا he left او ترک کرد his job شغلش رو I wonder why he left his job خب بریم سراغ لغت بعدی angle 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 یعنی زاویه angle زاویه you should consider the question from all angles you should consider تو باید بررسی کنی در نظر بگیری the question سوال رو from all angles از همه جهت از همه زوایا تو باید همه جوا... زوایای یک سوال رو در نظر بگیری. smile smile یعنی لبخند زدن smile he's always smiling he's always smiling میگه او همیشه لبخند میزنه همیشه لبخند روی لبشه he's always smiling همیشه لبخند میزنه catch 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 یعنی گرفتن How many, how many fish did you catch? How many fish did you catch? میگه چند تا ماهی گرفتی؟ Kill 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 یعنی کشتن Kill This disease kills thousands of people every year This disease میگه این بیماری Disease یعنی بیماری این بیماری Kills میکشه thousands of people every year. هزارها نفر رو thousands of people یعنی هزارها نفر رو every year هر سال این بیماری هزا... هر سال هزارها نفر رو میکشه bottom 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 یعنی ته پایین bottom دقت کنید bottom میبینید که دو تا تی داره ولی ما اون رو د میخویم توی انگلیسی امریکن خب این رو من چندین بار دیگه توی فیلم ها توضیح دادم ولی بعضی از دوستان شاید این رو ندیده باشن و احساس کنن که من تلفظ رو اشتباه میخونم توی انگلیسی امریکن معمولا وقتی که حرف تی توی وسط کلمه و قبل و بعدش حروف صدادار داره معمولا د تلفظ میشه بارم یعنی ته پایین At the bottom of the sea At the bottom of the sea میگه ته دریا در ته دریا Trip 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 یعنی سفر Trip Did you have a good trip? Did you have a good trip? میگه آیا سفر خوبی داشتی؟ Did you have a good trip? آیا سفر خوبی داشتی؟ خب لغت بعدی hole 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 یعنی سوراخ hole there's a hole in my shoe there's a hole in my shoe میگه یک سوراخ توی کفشمه there's a hole in my shoe یک سوراخ توی کفشمه. خب لغت بعدی poor 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 یعنی فقیر poor They were too poor to buy shoes for the kids. They were اونها بودن too poor خیلی فقیر to buy که بخرن shoes for the kids که برای بچه ها کفش بخرن اونها خیلی برای خریدن کفش بچه ها فقیر بودن یعنی پول کافی برای خریدن کفش بچه ها نداشتن لغت بعدی fight 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 یعنی جنگیدن، دعوا کردن. My little brothers all are always fighting. My little brothers، میگه داداش کوچیکام، my little brothers are always همیشه fighting، دعوا میکنن. خب لغت بعدی surprise. Surprise. Surprise خب همون سورپرایز کردن. Surprise یا شدن. He wanted to surprise his mother. He wanted to surprise his mother. U surprise kone his mother madare He wanted to surprise his mother. U mijhas ke surprise kone. Die, die yani more than die. Her husband died suddenly last week. Her husband sho died more. suddenly ناگهانی به صورت ناگهانی last week هفته گذشته her husband died suddenly last week uh, شوهرش هفته گذشته به صورت ناگهانی مرد exactly exactly یعنی دقیقا your answer is exactly right your answer جوابت is exactly دقیقا رایت right. درسته جواب دقیقا درسته لغت بعدی remain 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 یعنی موندن باقی موندن جا موندن remain she left but I remained behind she left یعنی او رفت ترک کرد او رفت but I remained ولی من موندم عقب من اونجا جاموندم پر اون پرش اون عقب موندم she left but I remained behind behind یعنی پشت یعنی عقب dress 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 یعنی لباس لباس زنونه dress a wedding dress a wedding dress wedding یعنی عروسی a wedding dress یعنی لباس عروسی a wedding dress iron آیرن یعنی آهن آیرن یعنی آهن آیرن She had a wheel of iron She had او داشت A wheel. Wheel اینجا معنی اراده میده She had a wheel of iron او یک اراده آهنی داشت She had a wheel of iron او یک اراده آهنی داشت آیرن پس یعنی آهن یه معنی دیگه هم داره آیرن او یک اراده آهنین داشت معنی دیگرش چی بود؟ معنی دیگرش اتو بود خب لغت بعدی رو 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 یعنی ردیف رو Let's sit in the, in the back row Let's sit بیا بشینیم in the back row توی ردیف عقب توی ردیف پشتی بشینیم ردیف پشتی بشینیم بیا ردیف عقب بشیم Let's sit in the back row بیا ردیف عقب بشینیم خب و آخرین لغت این قسمت لیست لیست به معنای کمترین لیست It's the least I can do to help It's the least I can do to help این کمترین کاری I can do که میتونم بکنم to help برای کمک این کمترین چیزیه که میتونم برای کمک انجام بدم یعنی باید کار بیشتری انجام میدم It's the least I can do to help. این کمترین کاریه که میتونم برای کمک انجام بدم خب دوستان عزیز این قسمت هم تموم شد امیدوارم که مطالب براتون مفید بوده باشه خوشحال میشم از سوالات نظرات انتقادات و پیشنهاداتتون هر سوال و نظری دارید حتما برای اون بنویسید دوستان که تا این لحظه رو نگاه کردن تبریک میگم بهتون که انقدر اراده دارید و تونستید تا آخر فیلم رو ببینید دوستانی که تا الان سابسکرایب نکردن حتما کانال رو سابسکرایب کنن تا فیلم های اندمون رو هم از دست ندن و تا قسمت بعدی تا قسمت دوازدهم خدا نگهدارتون دوستان عزیز